با شما داشته باشم. نمیدونم حالا با توجه به اینکه این دو هفته نبودم، شاید دوستان عادت نداشته باشن که در تایم مقرر در لایف ها حضور پیدا بکنن. امیدوارم که امشب هم بتونیم تعدادی از هموطنانمون رو داشته باشیم و باهاشون در ارتباط با موضوعاتی که انتخاب کردم گپ بزنیم و صحبت بکنیم و نظرات و نگاه این عزیزان رو هم داشته باشیم. خب عزیزانی که صدا و تصویر من رو خوبی دریافت میکنن، ممنون میشم که لطف بکنن و اطلاع بدن. خیلی هم عالی. سلام به همه دوستان، صدا و تصویر عالی فارسی گرامی، ممنون از حضور شما و همه عزیزان. امیدوارم که سایر دوستان هم به جمع ما اضافه بشن تا بتونیم برنامه امشب رو رسما آغاز بکنیم. ضمن اینکه عزیزانی که خارج از ایران زندگی میکنن تمایل دارن که احیانا دونیت بکنن یا برنامه لایو و کانال رو مورد حمایت قرار بدن، میتونن از طریق سوپر چت، سوپر استیکر و سوپر تانکس این کار رو انجام بدن و عزیزانی هم که داخل ایران هستن میتونن از طریق لینکی که در دیسکریپشن قرار گرفته وارد پروفایل من در سایت ریمیت بشن و دونیت های خودشون رو داشته باشن. خب دوستان عزیز، حالا فارسی گرامی که گفت صدا و تصویر خوبه، دوستان دیگر صدا و تصویر رو به خوبی دریافت میکنن، لطف کنن به من کامنت بگذارن و به اطلاع بدن تا با خیال راحتری بتونن برنامه رو آغاز بکنن. منتظر کامنت دوستان هستم. سرپیکای گرامی 5 یورو، درود بر شما سرپیکای نازنین، خیلی ممنونم از حمایت شما، درود، شب شما هم خوش باشه. عزیز امشب چراغ رو سرپیکو در اصل روشن کرد. عزیزان دیگر هم اگر صدا و تصویر رو به خوبی دریافت میکنید به من اطلاع بدید که برنامه رو آغاز بکنید. خب پروین عزیز میگن که سلام، بله صدا و تصویر خوبه. خب با خیال راحتری میتونیم برنامه رو پیش ببریم. امیر فلاح نازنین، سینا با درود، خسته نباشی، صدا و تصویر خیلی عالی است، ممنونم امیر جان. سینای گرامی، هر دو عالیه. خب خدا رو شکر که با صدا و تصویر نسبتا خوبی در خدمت شما عزیزان هستم. ورود بکنیم به موضوع و تیتری که انتخاب کرده بودم و مایل هستم راجبش با هم صحبت بکنیم و نظر شما دوستان رو هم داشته. خب ابتدا از درگذشت آقای حسین زمان آغاز میکنیم، هنرمند و خواننده‌ای که به هر حال به ویژه افرادی که متولد دهه 60 و پیش از اون هستن خاطرات زیادی با آثار و ترانه هایشون دارن. به نوعی میشه گفتش که حسین زمان جزو خواننده هایی است که نسل اول خواننده های بعد از انقلاب رو تشکیل میدادن، در کنار محمد اصفهانی، خشایار اعتمادی، قاسم افشار، حمید غلامعلی، اینها خوانندگانی بودن که به هر حال برآمده از دوران بعد از انقلاب بودن. ما البته قبل از اینها، یک نسل قبل از اینها هم خواننده هایی رو داشتیم که اینها عمدتا فعالیتش رو قبل از انقلاب آغاز کرده بودن، ولی حالا یا کم فروختر در دوران پیش از انقلاب فعالیت کرده بودن. عمده اوج و فعالیتشون در دوران پس از انقلاب بود، مثل پرویز طاهری که حالا حضور او رو در شوی تلویزیونی استودیو 11 پیشتر در سال 54-55 تجربه کرده بودیم، عالی بود که اینها البته دوران اوج و شکوفاییشون رو در پس از پیروزی انقلاب 57 شاهد بودیم. ولی خب افرادی مثل حسین زمان، خشایار اعتمادی، محمد اصفهانی، اینها در اصل میشه گفت تربیت یافته های فضای فرهنگ و هنر در دوران بعد از انقلاب بودن. حسین زمان به واسطه هوش و درایت و به قول معروف تمایلی که به دانش اندوزی داشت در دوران پیش از انقلاب در سال 1356 دانشگاه پذیرفته شد، فکر میکنم دانشگاه صنعتی اصفهان. بعد از اون یک دوره رو به دلیل فعالیت‌های سیاسی ضد حکومت پهلوی، ساواک رو دستگیر میکنه. بعد از اینکه از زندان آزاد میشه، این نکته رو بهتون بگم،
زندانیان سیاسی که در دوران گذشته، در دوران پیش از انقلاب از زندان آزاد می شدن، برای اینکه بتونن ادامه تحصیل بدن نیازمند این بودن که یک مجوزی رو، یک اجازه براتون آماده کردم و منتشر کردم. آقای فتانت هم درگیر همین مسئله شد و شاید اصلا مهمترین دلیلی که خسرو گل سرخی رو لو داد همین این بود که بتونه یک مجوزی رو از ساواک بگیره برای ادامه تحصیلش در دانشگاه پهلوی شیراز. برگردیم به موضوع امشب. خب حسین زمان بعد از اینکه از زندان آزاد شد، به جای اینکه بره مجوزهای رسمی خودش از ساواک دریافت بکنه جهت ادامه تحصیل در دانشگاه پهلوی، در دانشگاه صنعتی، او تصمیم گرفت که به ایالات متحده آمریکا بره. حسین زمان مدتی رو هم در آمریکا تحصیل کرد تا سال 1359 که عملا جنگ ایران و عراق آغاز شد. بعد از اینکه متوجه آغاز جنگ شد به ایران برگشت. به گفته خودش از روز اول جنگ تا روزی که جنگ به پایان رسید، یعنی در تمام اون 8 سالی که ایران و عراق در دوران جنگ در می بردن، حسین زمان در جبهه های به هر حال دفاع مقدس به تعبیر آنچه که امروز ازش یاد میشه حضور پیدا کرده بود. خود حسین زمان میگه که در دوران ایشون معاون مخابرات ظاهرا سپاه بوده در دوره جنگ، که باید یک تفاوتی قائل باشیم بین سپاه در دوران جنگ با سپاهی که امروز داریم میبینیم که همه جا دست اندازی میکنه در همه به قول معروف مراکز و جایگاه های اقتصادی، و به قول معروف میشه گفت در نقطه و نقطه نقطه ای نیستش که از کشورمون سپاه دخیل نباشه. ولی در اون روزگار قضیه به شکل شمایل دیگری دنبال میشد. به هر حال رزمنده ها از یک خلوص نیت بیشتری برخوردار بودند و هنوز هم آلوده به مفاسد و مسائل اقتصادی نشده بودن، همه دغدغه اصلیشون نجات کشور بود. و خب حسین زمان هم در اون مقطع زمانی در پست های حساس این چنینی حاضر. جنگ به پایان میرسه و به گفته خودش حسین زمان میگه که من 9 سال لیسانسم طول کشید، یعنی سال 56 به دانشگاه رفتم و در سال 65 ظاهرا موفق میشه که لیسانس خودش رو اخذ بکنه. بعد از جنگ هم مقطع فوق لیسانس رو پشت سر میگذاره و البته فعالیت خودش رو بیشتر در زمینه فرهنگ و هنر ترجیح میده که استارت بزنه. حتی بعد از دوره جنگ به گفته خودش بارها و بارها ازش دعوت میشه که به آمریکا یا اروپا بره، هم برای به قول معروف مسائل کاری و حرفه‌ای و تخصص علمی که داشت، هم به واسطه هنری که ازش برخوردار بود، صدای نیکویی که داشت، و به هر حال پیشنهادهایی هم از این بابت بهش شده بود. اما حسین زمان ترجیح میده که با باز شدن فضای فرهنگی از شاید بگم ابتدای دهه 70 وارد کار خوانندگی بشه. صدای او جزو صداهای مجوزداری بود که این اجازه رو داشته از تلویزیون صدا و سیما پخش بشه و خوب از سال 75 و 76 آلبوم موسیقی رو وارد بازار کرد. و پس از اون هم من یادم هست در زمانی که شاید 13-14 ساله بودم، در برنامه های مختلفی از حسین زمان و خواننده های مثل خشایار اعتمادی و سایر عزیزان محمد اصفهانی و قاسم افشار و بعد از یه مدت کوتاهی یاور اقتداری و اینا دعوت میشد که حضور پیدا بکنن. البته یک نشانه هایی از هر خواننده نوظهوری که وارد بازار و مارکت موسیقی ایران میشد ما میتونستیم پیدا بکنیم نسبت به آنچه که در گذشته داشتیم. مثلا یاور اقتداری و خشایار اعتمادی صداهایی مشابه با آنچه که ما در دوران گذشته داشتیم و داریوش رو تداعی میکردن، برای قاسم افشار ابی رو برای ما تداعی میکرد. در اون زمان حسین زمان تا اندازه‌ای ستار رو تداعی می‌کرد، یعنی من یادم زمانی که ایشون آمد و ترانه‌های خودش رو در تلویزیون اجرا کرد، خیلی گفتن که این هم به تاچی از صدای ستار رو در حنجره خودش داره. و البته که به هر حال ترانه‌هایی که در اون زمان ساخته می‌شد
و آهنگسازانی که برای این بزرگواران کار می ساختن همچنان از نسل قدیمی ما بودن. بابک بیات بود، حتی ایرج جنتی عطایی تو اون مقطع همچنان ترانه سرایی بود که مجوز داشت برای فعالیت کردن، هرچند خودشون در ایران به سر نمی بردن. خب شرایط شرایطی بود که حتی اون ترانه سراهایی که نسل اول و نسل نوینی به حساب می اومدن سعی می کردن تقلید کنن از آثار شهیار قنبری، نمی دونم اردلان سرفراز، ایرج جنتی عطایی، منصور تهرانی و سایر بزرگواران این حوزه. خب حسین زمان فعالیتش رو ادامه میده تا حدودهای سال 79 و 80. اینجا چه اتفاقی میفته؟ اینجا فشارهایی از سهمیل میشه مبنی بر این که خب حالا مثلا شما یک کار مناسبتی هم اجرا بکنید، یک ترانه ای رو تقدیم بکنید مثلا به یکی از اهل بیت، یا به سفارش فلان نهاد انقلابی مثلا بیاد یک ترانه سیاسی انقلابی هم اجرا بکنید. و حسین زمان سرباز میزنه، با وجود اینکه خودش یک فردی بوده که گرایش های مذهبی داشته، یعنی به این معنی نبوده که حسین زمان فردی است فاقد انگیزه های مذهبی برای فعالیت. حتی ترانه مسافری که اجرا میکنه خیلی ها نسبت میدادن به اینکه در اصلشون داره برای ولی عصر این ترانه رو میخونه، ولی خودش هرگز دوست نداشت و تمایل نداشت که بیاد چنین استفاده ها یا بعضا سوء استفاده هایی رو بکنه. یا سرباز میزنه از اجرای بسیاری از ترانه های سفارشی که بهش پیشنهاد میشه. خب همه اینها حاشیه امن حسین زمان رو مخدوش میکنه و باعث میشه که آرام آرام او کمکار بشه. من خودم یادم سال 81 و 82 چند تا از ترانه های حسین زمان رو خیلی دوست داشتم و من خیابون انقلاب رو زیر و رو کردم. حالا در اون زمان مثل الان نبود که خیلی راحت شما وارد اینترنت میشید، ترانه مورد نظرتون یا آلبوم مورد نظرتون رو ثبت سفارش میکنید و دو روز بعدم براتون میفرستن. اصلا کلن به شکل امروزی ما حتی کمپانی های تولید موزیک هم نداشتیم، یعنی یکی دو تا بودن که اونا به قول معروف داشتن همینطوری زیر زیرکی و زیر چلکی کار میکردن. من حتی یادم تو خیابون انقلاب یک کاست فروشی توی یکی از فرعی رو پیدا کردم که با هزار بدبختی و بیچارگی یه آلبوم حسین زمان رو برای من پیدا کرد. دو سه تا از ترانه‌هاش بود که من دوست داشتم که ساخته های بابک بیات هم بود. خب تقریبا محو شد، یعنی فید شد حسین زمان سال 80 به بعد دیگه. بعد از حضور محمود احمدی نژاد هم دیگه عملا او کنار گذاشته شد. دلیلش هم واضح بود، به خاطر اینکه او اصلا گرایش فکری و گرایش سیاسیش هم نزدیک به آدمی مثل محمود احمدی نژاد و حالا تیم رسانه‌ای و فرهنگی او نبود. و خب در چنین شرایطی حسین زمان ترجیح داد که به کیش بره، در کیش استاد دانشگاه شد در همون رشته که تحصیل کرده بود، که حالا الان متاسفانه من از خاطرم رفته، میدونم که ایشون رشته تحصیلیشون مهندسی بوده، یادم رفته که مهندس رشته‌ای بوده. در همون زمینه در دانشگاه شروع کرد به تدریس کردن، سالها در کیش زندگی میکرد، یک زندگی آروم و بی‌حاشیه‌ای رو داشت. اما رفته رفته بعد از این رسانه های ارتباط جمعی به خصوص در حوزه فضای مجازی توسعه و گسترش پیدا کردن، سعی کرد که در فضای مجازی پیج خودش رو اکتیو بکنه، نگاه و نگرش خودش نسبت به مسائل مختلف رو بیروتوش و اوریان بیان بکنه، نقدهای سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، هنری خودش رو داشت. حتی از سال 92 به بعد دیگران فکر میکنم که چندین ترانه سیاسی اجتماعی منتشر کرد، ترانه زندونی رو منتشر کرد. حتی در دوران اعتراضاتی که ما در سال گذشته در چند ماه داشتیم، باز هم اونجا هم یک ترانه منتشر کرد، بسیار دغدغه من بود. نگاه خودش رو تقریبا هر روز در قالب کلیپ ها و کپشن نویسی ها بیان میکرد، تا اینکه خب حدوداً فکر میکنم دو سه ماه پیش بود که ایشون گفتن که من مشکل بیماری سرطان بهش مبتلا هستم. البته در ابتدا اصلا دلش نمیخواست این رو بیان بکنه و حتی شما اگر به پست ها و کپشن های ایشون هم رجوع بکنید
خیلی دوست نداشت که حال بعدش رو به اشتراک بگذاره. اما وقتی که به مرحله ای از بیماری رسید که خب عملا خیلی نمیتونست فعالیت در فضای مجازی داشته باشه، در بیمارستان بستری شده بود و اینها، اومد عنوان کرد که من مدتی رو ممکنه نباشم و نتونم همچنان فعالیت بکنم، ولی حالم که بهتر بشه حتما میام، باز میگردم و کارم رو شروع میکنم. یک پرانتز هم اینجا باز بکنم. در سال 1396، یعنی 96 یا 97، بعد از قدرت رسیدن دولت حسن روحانی بار دوم، آقای حسین زمان موفق شد بعد از نزدیک به 17 سال یک کنسرتی رو در سالن برج میلاد برگزار بکنه. کنسرتش سولد آوت شد، جمعیت بسیار زیادی در کنسرت حضور داشتن، ایشون با 30 نوازنده روی صحنه رفت، ترانه های زیادی رو خوند و ترانه زندونی خودش رو هم اونجا اجرا کرد. البته خب به هر حال یک اتفاق مثبت قلمداد میشد. و ولی وقتی که کنسرتش تمام شد و ازش پرسیدن که آیا ما میتونیم منتظر باشیم که شما ترانه های بعدی و کنسرت های بعدیتون رو هم به زودی برگزار بکنید، که ایشون گفت دیگه این دست من نیست، باید تصمیم بگیرن افرادی که مسئولیت دارن و ببینیم که آیا این امکان و این فضای باز ایجاد میشه برای خوانندگان و هنرمندان مثل من که کار بکنن. که متاسفانه از حیث برای کنسرت که این اتفاق نیفتاد، ولی خب کم و بیش ترانه ها یا تک ترک هایی رو آقای حسین زمان منتشر میکردن، تا اینکه خب برسیم به زمانی که تقریبا به 2-3 ماه اخیر میرسه. در 2-3 ماه اخیر آقای حسین زمان حالشون یه مقدار رو به وخامت گذاشته بود. دچار نوعی از سرطان کبد پیشرفته شده بودن که ظاهرا به هجومی به بدنشون وارد شده بود و عملا خیلی هم دکترهای خاصی رو نمیتونستن انجام بده. تا اینکه فکر میکنم حدوداً 20 روز پیش بود که ایشون در بیمارستان بستری شد. 3-4 روز پیش به ICU رفت و خب تمام این اطلاعات و اخبار از طریق صفحه زینب زمان، دختر ایشون، معمولاً منعکس میشد و حالا رسانه‌های دیگر هم بهش میپرداختن. تا اینکه به هر حال متاسفانه ما حسین زمان رو از دست دادیم و مراسم تشییع پیکرش هم برگزار شد با حضور تعدادی از هنرمندان، به ویژه مهدی یراحی، که خود مهدی هم تقریبا چند سالیه که ممنوع فعالیت شده، نه اجازه برگزاری کنسرت داره، نه میتونه ترانه جدید منتشر بکنه، نه در رسانه ها دیگه او رو دعوت میکنن. شاید آخرین دعوتی که از مهدی یراحی شد برمیگرده به برنامه خندوانه و دیگه بعد از اون ما او رو در تلویزیون ایران ندیدیم، هرچند که مهدی یراحی اتفاقا جزو خواننده های پرکار اوایل دهه 90 و اواخر دهه 80 به شمار میرفت. تیتراژ بسیاری از برنامه های مهم تلویزیونی مثل ماه عسل رو مهدی یراحی معمولا اجرا میکرد، ولی خب او هم به دلیل کنشگری خودش در مسائل سیاسی به حاشیه رونده شده، ممنوع فعالیت شده. حتی حدود 1-2 هفته قبل هم آمد و یکی از ترانه های حسین زمان، ترانه مسافرش رو، با پیانو اجرا کرد و از مردم خواست که برای سلامتی حسین زمان دعا بکنن. امروز هم در کنار خانواده حسین زمان بود، در کنار زینب زمان و ابوذر زمان، فرزندان حسین زمان حضور داشت و البته فرزندانش هم بسیار شجاعانه نطخایی رو داشتن در فضای بهشت زهرا. دخترشون گفتش که همان گونه که پدر من آزاده بود و آزاده هم رفت، من هم صدای او خواهم بود، ادامه دهنده راه او میشم و هرگز ظلم رو نمیپذیرم. باز یه نکته رو اجازه بدید بهش اشاره بکنم. چیزی که حال حسین زمان رو خیلی بد کرد این بود که تقریبا فکر میکنم 1-2 ماه پیش بود که دخترش رو دستگیر کردن، بازداشت کردن و دختر حسین زمان چند روزی رو در سلول انفرادی به سر میبرد. حالا اینکه چرا این اتفاق افتاده بود، بیت خاصی زده بود، حرف عجیب غریبی زده بود، بی حجاب در فضای حضور پیدا کرد، نمیدونم. یعنی وقتی شما دارید بازیگران برجسته و مطرح سینمای ایران رو به واسطه حضور بی حجابشون در محافل فرهنگی و هنری 1,500,000 جریمه میکنید، پس خیلی ظلمه اگر یک دختری که اصلا نه شهرتی داره نه
مثلا چیز خاصی نه حتی طرفداران عجیب و غریبی داره رو بخواید به واسطه بیهجابیش مثلا بندازید گوشه زندان. نمیدونم واقعا چه اتفاقی باعث شد که زینب زمان دستگیر بشه و خب این باعث شد که حال حسین زمان خیلی بد شه و به نوعی بیماریش تشدید بشه و متاسفانه امروز هم امروز که نه فکر میکنم در اصل دیروز هم ایشون بله تشییع پیکرشون صورت گرفت. این ماجرای حسین زمان بود و اتفاقاتی که به هر حال رخ داده بود پیرامون شخصیت ایشون. من بر خودم واجب دونستم که حتما راجع به حسین زمان برنامه رو تولید بکنم. اگر هم مجال برگزاری لایف نبود مطمئن باشید که من حتما یک برنامه رو در قالب یک برنامه ویدیویی حتما منتشر میکردم و راجع بهش صحبت میکردم. خب یک سری به کامنت ها بزنیم. ضمن اینکه من از سرپیکو بابت 5 یوروش بسیار تشکر میکنم از دونیتی که زد و عزیزان دیگری هم که مایل باشن که از لایف های من، کانال من و برنامه های من حمایت کنن. اگر خارج از ایران هستید از طریق سوپرچت، سوپرستیکر و سوپرتنکس و اگر داخل ایران هستید از طریق لینکی که در دیسکریپشن قرار گرفته میتونید به ریمیت پروفایل من رجوع بکنید و دونیت های خودتون رو داشته باشید. خب خانم پروین قنادیان سلام، بله صدات از اینی که خوندم، امیر رو هم خوندم. سینا سلام، هر دو عالی، اینم خودم. معصومه بنایی تشکر از شما بابت استیکرهای محبت آمیزتون. خانم نسرین عزیز میگن که سلام، شب همگی خیر، شب شما هم بخیر باشه. خانم مینا میگن سلام، دلتنگتون بودیم، بسیار سپاسگزارم از کامنت های محبت آمیز دوستان. بله من یکی دو هفته ای متاسفانه امکان ورود به یوتیوب هم از طریق لپتاپ رو نداشتم و طبیعتا لایف هم نمیتونستم برگزار بکنم که خوشبختانه مشکل حل شد و امشب در خدمتتون هستم و قول میدم اگر فرصت و مجالی باشه حتما از این به بعد دو پرشتون با همدیگه لایف هایی رو برگزار بکنم. خب برسیم به موضوع دیگری که مبتلا به فضای مجازی این روزها شده، گافی که آقای مسعود فراستی یا فراستی در نقد فیلم جنگ جهانی سوم دادن. ببینید من یک یادداشتی رو هم منتشر کردم، دلم میخواد اینجا هم راجبش صحبت بکنم. طبیعتا نگرشی که من در نقد آقای فراستی امروز دارم متفاوت هست با آنچه که بسیاری از هموطنان ما در پیج‌های خودشون، صفحات خودشون بهش پرداخت. بیایید اول یک دو تا چهارتایی بکنیم. دو تا چهارتای اولمون اینه که ما باید بپذیریم مسعود فراستی یک انسان باسواده و من به شما آگاهانه و عالمانه میگم از 99% فیلمسازان امروز، تهیه کنندگان سینما، بازیگران و اعلی فیلمسازی که امروز ما باشون مواجه هستیم او آدم باسوادتریه، هم در حوزه سینما و هم در حوزه معلومات غیر سینما. این نکته رو باید در نظر داشته باشیم که مسائل قاطی نشن با هم دیگه. نکته بعد چیه؟ نکته بعد اینه که بله آقای مسعود فراستی که نه روین تنه نه فردیست که به قول معروف معصوم از خطا و اشتباه باشه. معصوم که ایشون نیست، ایشون هم یه آدمیه مثل همه ما، ممکنه خطا بکنه، یه موقع یکی لکنت میزنه، یکی بد مینویسه، یکی غلط املایی داره، یکی ممکنه تفکر یا تصورش در ارتباط با یک موضوعی دقیق و درست نباشه. آقای مسعود فراستی هم آدم دیگه، نه فرشته است، نه آدم آهنیه، نه رباته، نه چت جی بی تیه، یک انسانیست با ویژگی ها و شاخصه های یک انسان عادی و نرمال. خب آقای مسعود فراستی بله فیلم جنگ جهانی سوم رو نقد می‌کردن، ظاهرا فیلم رو داشتن از طریق سایتی می‌دیدن که در اون سایت که اسمش هم هست فکر می‌کنم برای ایران، که به صورت لوگوی اون پایین تصویر فیلم قرار گرفت. آقای فراستی تصورشون این بوده که سازندگان فیلم این لوگو رو گذاشتن، فارغ از این که نه خب اون سایت برای تبلیغ سایت خودش آمده بود و لوگوی مخصوصی رو که میگم فکر میکنم عنوان
برای ایران یا چیزی شبیه به این بود رو درج کرده بود. فراستی در نقد فیلم میاد میگه که آقا اصلا شما این واژه، این عبارتی رو که آمدید زیرنویس گذاشتید اصلا اون ربطی به ایران نداره، شما ایرانی نیستین، فیلمتون ایرانی نیست، فیلمتون اتفاقا در حمایت از هیتلر ساخته شده، فیلمتون نمیدونم اینجوریه اونجوریه، خلاصه شروع کرده بوده نقدهایی رو مطرح کردن. من دیدم که یک هجمه به مسعود فراستی در فضای مجازی به ویژه اینستاگرام مطرح شده که دیگه این نقد نیست. حمید عزیز میگن که انسان نرمال اشتباه میکنه اما کمی فروتنی و قبول اشتباه هم در وجودش وجود داره. حمید جان راجب این موضوعی که شما گفتید یا شاید هم حامد هستی حتما صحبت میکنم. آره آقای احسان زلیپور فردی که ایشون رو در تلویزیون دعوت کرده به عنوان مهمان برنامه در شرایطی که فکر میکنم آقای زلیپور قریب به 40 سال یا 36-37 سال از آقای فراستی سنش کمتر باشه، آمد و با لحن توهین‌آمیزی از مسعود فراستی چندین سال قبل سوالاتی رو پرسید، بعد وارد یک کش و قوس شخصی شده که اصلا برای مجری یک برنامه به نظر من دور از شأنه که چنین کاری رو بکنه. اومد گفتش که شما دو تا زن داشتی، نمیدونم زن الان زنی که داری همسن دخترت بود، حرفایی به شیپی که واقعا نمیدونم چگونه صدا و سیما به این میزان از تنزل هم داده که یه همچین مباحثی درش مطرح بشه. مسعود فراستی هم طبیعتا فضای برنامه رو ترک کرد و اومد بیرون. حالا آقای زلیپور بعد از چندین سال اومده یه کپشنی گذاشته که آره مسعود فراستی به من میگفت بی سواد ولی الان خودش اینجوریه اونجوری. اولا خطایی که مسعود فراستی کرده ارتباطی به سواد نداره، ارتباطی به دانش نداره، یک بیدقتیه. یعنی تصور فراستی این بوده که اون عبارت رو کارگردان فیلم تجویز کرده که روی صحنه بنشینه، در اصل روی فیلم بنشینه، در صورتی که اصلا ربطی به کارگردان نداره، مال مدیر اون سایتیه که دستور درج اون عبارت رو داده. خب این یک اشتباه، این ربطی به دانش نداره. مثلا هر کسی میتونست اشتباهی سهمگین تر از این رو داشته باشه. اینایی که دارم میگم البته به معنی بی اشتباه بودن یا کار درستی مسعود فراستی. این اتفاق افتاد و عده‌ای از همکاران و از قضا رفقای ظاهری او هم آمدند و سعی کردند تنش‌ها رو در ارتباط با بیانات مسعود فراستی بیشتر بکنه. نتیجه این که اگر بالا برید پایین بیاید باید خودتون رو ارتقا بدید، نمیشه دیگران رو تخریب کرد تا خودت رو ثابت بکنی. آقای زلیپور یا دوستان دیگر، سعی کنید مطالعاتتون رو بیشتر بکنید، کتاب بیشتر بخونید، فیلم بیشتر ببینید، هیچ اشکالی نداره. مسعود فراستی هم که از روز اولی که تو قنداق بوده که انقدر معلومات نداشته، اونم بالاخره به مرور زمان خونده رسیده در 70 سالگی به این داستان. اما نکته ای که میخوام خدمتتون عرض بکنم، ما با دو پدیده در فضای جامعه خودمون مواجهیم. یک بخش جامعه جوزده، هیجان زده و احساساتی که به محض شنیدن و دیدن هر اتفاق و پدیده‌ای واکنش‌های آنی از خودشون نشون میدن، کمتر تأمل میکنن و سعی میکنن که در مواجهه با اتفاقات یک اقدام عملی انجام بدن و حس خودشون رو در لحظه بیان بکنن. و از طرف دیگه آدم‌هایی مثل فراستی رو داریم که هرچند آدم‌های با دانشی هستن، هرچند آدم‌های با سوادی به شمار میرن، اما مشکلی که اینها دارن چیه؟ مشکلی که اینها دارن این هستش که مسعود فراستی رو در اصل خودخواهی خودش، خود بزرگ بینی خودش داره میبله. مسعود فراستی ایرادش بی سوادی نیست، کم دانشی نیست، ولی به اعتقاد من خود برتر بینیش این بلا رو داره سرش میاره. خیلی اشتباه های فاحش
بیشتر از این رو ما از سینماگران، منتقدین سینمایی و بعد داشتیم و دیدیم که کسی لام تا کام هم راجبش صحبت نکرد. اصلا یه جاهایی سعی کردن توجیه هم بکنن یک خطایی رو. برای نمونه نوید محمدزاده چند پیش به یکی از جشنواره‌ها رفته بود و وقتی که روی صحنه حاضر میشه یه مقدار خب هول میشه، انگلیسیش هم خوب نبوده و با های و هاواریو و تنکیو و تنکس و فارسی و انگلیسی و نمیدونم چی سعی میکنه که تشکر بکنه. اگر به جای نوید محمدزاده مثلا یک فرد سیاسی در اون فضا حضور داشت، ما بیچاره کرده بودیم اون آدم. آقا مثلا شما چرا انگلیسی نمیدونی؟ شما اصلا چرا مسئول شدی که انگلیسی نمیدونی؟ ولی خب نوید محمدزاده برای مردم عزیزه و همین دلیل حتی اگر یک خطایی یا یک کاستی ازش دیده میشه، حالا نه صرفا بحث زبان رو بخوام مطرح بکنم، یک کم و کاستی ازش دیده میشه، باز هم سعی میکنن که به شیرین ازش عبور بکنن مردم و جامعه و مخاطب. در ارتباط با منتقدین سینمایی، کارگردانان سینما، فیلمسازان، بازیگران و و و هم این مسئله صدق میکنه. اما چرا مسعود فراستی وقتی که یه گاف میده همه بهش حمله ور میشن؟ چند تا دلیل داره. مهمترین دلیلش اینه که مردم از او اصلا انتظار گاف دادن ندارن. او به قدری تند و تیز و برنده و گزنده نقد میکنه و به قدری در ذهن مخاطب، حتی مخاطبی که با او مخالفه، با سواد جلوه کرده که اگر کوچکترین خطایی از سر میزنه مخاطب اولا که متعجب میشه و بعد سعی میکنه که واکنش نشون بده. این از دلیلی که شاید مسئله فراستی پررنگ شده. پاسخ به حمید یا حامد عزیز، آقای شفیعی گرامی، که گفته بوده انسان نرمال اشتباه میکنه اما کمی فروتنی و اشتباه هم در وجودش بعد وجود داشته باشه. بله، مسعود فراستی بعد از این که فکر میکنم حدوداً 2 سال قبل بود در یکی از برنامه‌های کتاب باز روبروی سروش صحت نشسته بود و میخواست شاهنامه فردوسی رو نقد بکنه، چند بیتی رو از شاهنامه خوند و تقریباً همه ابیات رو یا بخش زیادی از ابیات رو اشتباه قرائت کرد. اون موقع هم دقیقاً یه همچین فضای ایجاد شد، یه تعدادی اومدن شروع کردن هجوم وارد کردن، نقد وارد کردن فراستی که آقا تو خودت که این همه نمیدونم دیگران رو نقد میکنی چرا شاهنامه رو نتونستی درست بخونی؟ اولا مسعود فراستی منتقد سینماست، منتقد ادبی نیست. بزرگترین اشتباه مسعود فراستی این بود که اصلا نشست توی برنامه تلویزیونی شاهنامه رو نقد بکنه. یعنی شما از بابت نقدی که به فراستی داشته باشید باید به این نکته اشاره بکنید که اصلا شما به عنوان منتقد سینما چرا باید بشین شاهنامه نقد بکنید؟ از اونجایی که هیچی در کشور ما در سر جای خودش نیست و مثلا کسی که مهندس برق وزیر کشاورزی میشه، کسی که مهندسی کشاورزی خونده میشه و وزیر نفت و قس الهازا، اینجا هم ما تو مرحله اول نیومدیم نقد بکنیم که چرا فراستی اصلا باید بشین شاهنامه نقد بکنه. مگه ما آقای دکتر کزازی رو نداریم که حالا رفتیم رجوع کردیم به آقای فراستی برای نقد ادبی یا نقد مثلا شعر و ادبیات کلاسیک؟ نکته دوم، وقتی هم که اومد نقد کرد اشتباه کرد، به غلط واژه‌هایی رو خوند و دقیقاً بهتون بگم 2 روز یا 3 روز بعدش یک فایل تصویری رو منتشر کرد و گفت مردم من عذرخواهی میکنم، من اصلا اشتباه کردم اومدم نقد شاهنامه فردوسی رو بگم. بله ممکنه ایشون مثلا با داستانها، با قصه های شاهنامه آشنا باشه، کاراکترهای شاهنامه رو هم بشناسه و بر اساس دانشی که نسبت به قصه های شاهنامه داره حتی بتونه یک فیلمنامه هم بنویسه، اما خوندن شعر متفاوته با دانشی که شما نسبت به یک قصه دارید، مثل قصه های مذهبی یا قصه هایی که در کتب آسمانی آمده. مثلا شما ممکنه قصه حضرت سلیمان رو، حضرت یعقوب رو، حضرت موسی رو شنیده باشید
کاملا هم بهش اشراف داشته باشید که چه اتفاقاتی در این قصه ها رخ داده. اگر کتاب قرآن رو جلوی شما بگذارن و بخواید تلاوت بکنید، ممکن اصلا نتونید یه خطش هم بخونید. اشراف شما نسبت به قصه، با اینکه شما بتونید روخانی درستی هم داشته باشید، قرائت درستی هم داشته باشید، فرق میکنه. خب این نکته ای بود که راجع به فراستی بعد میگفتم خدمتتون. جالبه بهتون بگم، حالا من تصورم این هست که فراستی حتما در روزهای آینده میاد یک فایل صوتی یا تصویری رو منتشر میکنه، زمین که ایشون به هر حال کانال یوتیوبی هم دارن و بسیاری از نقدهاشون رو الان دارن در فضای کانال یوتیوبشون به سمع و نظر مخاطبین میگذارن. ولی حالا جدای از همه این اتفاقها، اگر بخوام اشاره ای داشته باشم، نکته ای که هست اینه که بله، مسعود فراستی هم اشتباه کرده، ولی بسیاری از اونها که او رو مورد تمسخر بابت این اشتباه قرار دادن، حتی عاجز هستن از اینکه یک نقد قابل تأمل و قابل تحمل از خود فیلم ارائه بدن. ما اصلا بیایم این زیرنویس رو، این عبارتی که زیرنویس شده رو بذاریم کنار، بگیم آقای ایکس، خانم ایگرگ، آقای بازیگر، آقای کارگردان، خانم تدوینگر، شما بیایید فنی و تکنیکی فیلم رو نقد بکنید. بهتون قول میدم یا به واسطه رفاقت و دوستی که با هومن سیدی دارن، با محسن تنابنده دارن، با ایکس و ایگرگ دارن، یک دریوریایی بهتون تحویل میدن، یک اراجیفی رو تحویلتون میدن که اون سرش ناپیدا. یعنی شما گمان میکنید که با فاخرترین فیلم سینما ایران مواجه هستید، در صورتی که اگر اون افراد و اون نام ها رو از اون فیلم بردارید، همین آدما میشینن پته فیلم رو هم میریزن رو دایره و به قول معروف زیراب فیلم رو هم میزنن. متاسفانه این رانت و رابطه و رفیق بازی در فضای سینما و فضای فرهنگ و هنر هم رسوخ کرده. خب این نکاتی بود که من اراده کرده بودم در این 37-8 دقیقه خدمت شما عزیزان ارائه بود. اما میرسیم به نظر شما دوستان. خب دوستان عزیز، اگر نقطه نظری، نگاهی دارن، خوشحال میشم که نظراتشون رو بشنوم و ببینم که دیدگاه دوستان چیست در این خصوص و در این موضوع. چون بعد از این فاز میخوام به یک موضوع دیگر هم بپردازم. ضمن اینکه مجدد مثل یک پیام تبلیغاتی، عزیزانی که خارج از ایران هستن و تمایل به حمایت از لایف های من و برنامه های من دارن، همین الان میتونن از طریق سوپر چت، سوپر استیکر یا سوپر تانکس دونیت خودشون رو داشته باشن، مثل سرپیکوی عزیز که چراغ اول رو روشن کرد و 5 یورو بنده رو شارژ کرد. عزیزانی هم که داخل ایران هستن، اگر دوست داشته باشن و مایل باشن، میتونن از طریق لینکی که در دیسکریپشن قرار گرفته حمایت هاشون رو داشته باشن. خب اگر دوستان نقطه نظر، اصلا دوستان صدا و تصویر من رو دارن، اگر دارید لطف کنید کامنت بگذارید، چون من نگران شدم دیدم یهو کامنتی نمیاد، گفتم شاید اصلا صدا و تصویر نیست. دوستانی که صدا و تصویر من رو دارن، ممنون میشم که لطف بکنن و برای من کامنت بگذارن. همچنان منتظر کامنت دوستان هستم. خب یعنی هیچ نقطه نظری ندارید؟ اصلا کسی صدا و تصویر من رو میشنوه الان؟ جالبه ها، اصلا مگه میشه یه کامنت هم نیاد؟ شاید هم داره با تأخیر میرسه صدای من. امیر فعلو میگه به چه دلیل حسین زمان ممنون فعالیت شد؟ صدا عالیست. خب امیر جان اگه دقت کرده باشی در ابتدای برنامه راجع به حال ممنوع الفعالیت شدن حسین زمان، اگر بخوام راجع به صحبت بکنم، چند منظوره سا. یعنی در یک پروسه زمانی، همونطور که گفتم، به دلیل اینکه خب از حسین زمان میخواستن یک سری ترانه سفارشی بخونه، یک سری ترانه فرمایشی اجرا بکنه. مثلا میگفتن که به عنوان نمونه بخوام بگم، مثلا آقا 22 بهمن نزدیکه، آقای زمان بیا یک ترانه به مناسبت 22 بهمن اجرا کن.
آقای حسین زمان، نیمه شعبان در راه، شما یک ترانه رو مثلا اجرا کن به صاحب از زمان اختصاص بده یا تقدیم بکن. بسیاری از خواننده هایی که امروز دارن فعالیت میکنن، خواننده های جوونن، کنسرت گذارن، اینا از این کارا کردن. یعنی اینا بهتون بگم، شما فکر نکنید که فقط سراغ و امثال حسین زمان میرفتن، سراغ بسیاری از خواننده هایی که امروز شما میبینید که دارن کنسرت میذارن تو کیش، رشت، تهران، این ور اون ور، اینا همشون از این ترانه های سفارشی و فرمایشی اجرا کردن، اصلا تردید نکنید. ولی حسین زمان میگفتش که آقا من یه اعتقاد قلبی دارم، لزومی نمیبینم که بخوام بیام هی اعتقادم رو، مثلا اعتقاد مذهبی که دارم، اعتقاد مذهبی مال خودمه، این که بخوام مزورانه یا از روی ریاکاری هی بیام ترانه بخونم تقدیم به یکی از ائمه بکنم یا تقدیم به انقلاب بکنم یا تقدیم به یکی از شخصیت‌های سیاسی بکنم. آقا من نمیخوام یه همچین کاری رو بکنم. من اگر اعتقادی هم دارم در وجود خودمه. چیزی که برای حسین زمان در اولویت اول قرار داشت، بحث عشق و علاقش به ایران بود که متاسفانه ظاهراً ایران دوستی در حکومت امروز خیلی جایگاهی نداره. امیدوارم که امیر فلاح نازنین به پاسخ خودش رسیده باشه. اگر دوستان دیگر هم نظر، سوال، نگاه و نکته‌ای دارن در خدمتشون هستم، در غیر این صورت وارد فاز بعدی برنامه بشن. یه 20 ثانیه رو صبر میکنم ببینم کامنت جدیدی از دوستی میرسه در خصوص پارت اول برنامه. اگر بود که پاسخگو هستن، در غیر این صورت میریم به سراغ پارت دوم و موضوع دیگری که راجبش با تو صحبت خواهم کرد. خب بله، ظاهرم دوستان سوال و نکته ای ندارن، یا اگرم دارن مثلا فکر میکنم با تأخیر به من ارسال میشه. خب آقا بریم به سراغ بخش بعدی برنامه. من حدودا فکر می‌کنم 2 روز قبل بود، اجازه بدید برم لینکش رو هم پیدا بکنم. 2 روز قبل بود که آمدم و یک برنامه‌ای رو ساختم در ارتباط با جناب آقای فیلیپ ساپرکین. فیلیپ ساپرکین اگر دوستان برنامه رو ندیدن حتما برن ببینن، چون یه کلیپی رو هم در اون برنامه قرار دادم. حتما بعد از لایف عزیزان برن و اون برنامه رو دنبال بکنن. فیلیپ ساپرکین یک فردی است که از 2 رگه ایرانی و روسی متولد شده. پدر او اهل روسیه است و مادرش ایرانی. تا در تهران به دنیا آمده، تا 10 سالگی هم ایران بوده که حالا در اون برنامه کامل شرح داده. نقطه نظراتی رو آقای فیلیپ ساپرکین آمد، به خصوص در این ماهای اخیر از زمانی که اعتراضات مردم آغاز شد، فیلیپ ساپرکین آمد و شروع کرد به نقد جامعه. و جالبه که تمام صحبت‌های ایشون به نوعی حمایت از حکومت بود، یعنی نقد جامعه به انضمام حمایت از حکومت. خب من اومدم نقطه نظرات خودم رو بیان کردم، نگاه خودم رو در اون برنامه عنوان کردم و گفتم که خب آقای ساپرکین از یک همچین پیشینه‌ای برخورداره، نگاه و نظرش نسبت به هنرمندان بسیار بسیار نگاه منتقدانه، تا اینجا که کسی انتقاد داشته باشه که ایرادی نداره. نکته این بود که ایشون رسما دیگه توهین میکرد، یعنی مثلا میگفت چه میدونم باران کوسری یا خانم ایکس یا آقای ایگرگ مثلا ننگ بر شما باد، لعنت بر شما، مثلا از این عبارات این شکلی استفاده در ویدیوهاش، یا خاک بر سرتون مثلا. خب این درست نیست، این مدل بیان کردن مواضع به نظر من درست نیست، مگر اینکه واقعا یک نفری به منافع یک ملت، به یک کشور خیانت کرده باشه، یک کسی که بی‌حجاب در یک فضای عمومی شرکت کرده که واقعا مستحق چنین الفاظ نامناسبی نیست. فارس جان جوابتون میدم، بذار این فاز رو تموم بکنیم، حتما میرسیم و پاسخ شما رو خواهم داد.
خب ما اومدیم برنامه رو ساختیم، منتشر کردیم و به 24 ساعت نرسید آقای فیلیپ ساپرکین آمد و زیر همین برنامه که من ساختم و در یوتیوب منتشر کردم یک توماری نوشت که شما در دقیقه فلان ثانیه فلان این رو گفتید. من به هیچ شما به ایشون توهینی نکردم در برنامه، خودتون میتونید برید ببینید و برنامه رو مشاهده کنید. آره ایشون اومد گفتش که شما چرا دارید راجع به من صحبت میکنید، نمیدونم چنینه، حال شما که میگی فضولی نکن، چرا اومدی فضولی کردی؟ گفتم عزیز من هرگز نیومدم به شما بگم که حق نداری اظهار نظر بکنی، اما شما به هنرمندان میگید که مثلا تو حق نداری اینجوری پوشش داشته باشی، تو برای من استدلال بیار که مثلا بیهجابی در فرهنگ ایرانی نیست. خب شما مگه چیکاره مردم هستید؟ اصلا شما مگه کی هستید که یه نفر پشه انر انر را بیفته برای شما استدلال بیاره که من چون میخوام حجاب داشته باشم؟ من نگفتم که شما حق نداری اظهار نظر راجع به پدیده‌های اجتماعی فرهنگی سیاسی داشته باشی. بعد ایشون بلا فاصله بعدش اومد یک کلیپی رو در اینستاگرام پر کرد با اشاره مستقیم داره به برنامه من، البته اسم نیورد ولی خب طبیعتاً اشاره مستقیمش برنامه من بود که آره اینا یه سری اپوزیسیونن که دارن برنامه میسازن مثلا ضد حکومت و اینا، بعد به من میگن تو حکومتی هستی و فلان هستی و بهمان هستی، ولی اینا به نوعی خودشون آزادی رو برنمیتونن. آقا من نظرم رو گفتم، شما نظرت رو میتونی بگی. من حتی خودم از آقای ساپرکین دعوت کردم، گفتم که جناب فیلیپ عزیز شما اگر نقطه نظری داری، اگر حتی نسبت به نقدی که من نسبت به شما داشتم انتقادی داری، نکته‌ای داری، فضای کانال من به روی شما بازه، میتونیم فضای رو ایجاد بکنیم، اصلا من میام با شما مصاحبه میکنم، نقدتون رو نسبت به برنامه‌ای که راجبتون ساخته شده بگید و حتی من ممکنه سوالات و ابهاماتی که در ذهن مخاطبین شما هست رو مطرح کنم، شما اگر دوست داشتید میتونید پاسخ بدید. این فضا در کانال کوچک من برای شما مهیا هست آقای ساپرکین. این رو الان هم دارم میگم، یعنی همین الان فیلیپ ساپرکین نمیدونم حالا برنامه من رو ببینه یا نبینه، این فضا هست، کامنت هم گذاشتم، دوستان هم میتونم برن همون کامنت رو بخونن زیر پست مربوط به ویدیو زندگی نامه ایشون. آره که آره اینا اسمن آزادی خواستن، دموکرات نیستن، اینا نمیذارن مخاطبونه کنه. نه آقای صاحب، بازه برای این که اظهار نظر بکنه، حداقل در ارتباط با برنامه من و کانال من این امکان وجود داره، حالا اگر دیگرانی به شما این اجازه رو نمیدن به خودشون مربوطه. بعد این نکته بود که حالا دوست داشتم حرف باهاتون در میون بذارم. بالاخره آدمای عجیب و غریبی ما شدیم هممون یه جورایی. فرزاد فانی گرامی میگه که جالبه در ایران مردم ایران خودشون حاضر به تحریم سپاه پاسداران نیستن و در محفلی میگیرن میگن آقا اینو تحریم کن، ایکس تحریم کن، ایگرگ رو تحریم کن. اصلا جهان یه شکل دیگه ای داره اداره میشه. شما میبینید آقای رضا پهلوی رو دعوت میکنن در پارلمان فلان کشور اروپایی، ایشو هنوز یه هفته نیست که از اون پارلمان اومده بیرون، بهش هم قول مساعد دادن که آقا ما ایران رو تحریم‌های بیشتری براش می‌گذاریم، نمی‌دونم سپاه رو تحریم می‌کنیم، ایکس رو تحریم می‌کنیم، ایگرگ رو تحریم می‌کنیم. یهو می‌بینید که یه هفته نشده میگن که بله ایران و اروپا به توافق‌های جدید نزدیک شدن. مقامات آمریکایی با مقامات ایرانی به توافق‌های در حوزه برجام دست پیدا کردن. خدایا مبادله زندانیان با هم دیگر، نمیدونم مسیر به سمت مثبتی داره پیش میره. خود رسانه‌های جهان دارن اینو میگن، نه اینکه فکر کنید مقامات داخلی میگن. پس معلومه که آقا سیاست بین الملل بر یک مدار دیگری استواره. مردمی هم که داخل ایران زندگی میکنن براشون مهم این نیستش که کی تحریم میشه کی تحریم نمیشه، براشون مهم اینه که دغدغه‌های اقتصادی معیشتیشون از بین بره. این تحریم ها شما تصور نکنید که نگاه مردم ایران به سمت غربه، اتفاقا به واسطه تحریم های صورت گرفته مردم هر اندازه که نسبت به حکومت و دولت ها زده شدن و شاید حتی دوچار نوعی تنفر شدن، این تنفر از سمت
کشورهای دیگر، کشورهای اروپایی و آمریکایی هم که آمدن و ما رو تحریم کردن وجود داره. یعنی شما تصور نکنید مردم ما به آغوش اروپایی و آمریکایی، حداقل قریب اتفاق مردم ایران که مردم عاقلی هستن این مسئله رو ندارن. حالا یه گروهی ممکنه باشن، میبینید من شبکه من و تو یا رسانه های دیگر در صفحات مجازی میان مثلا تیتر میزنن که فرض مثال آقا نتانیاهو گفته ما به زودی تهدیدهای خودمان علیه ایران رو عملی میکنیم. بیا میبینید 500 تا کامنت اومده، یکی میگه آقا زودتر حمله کن، یکی میگه آقا منم بیام تو سپاه تو، منم بیام تو لشکر شما به جنگم علیه کشورم. خب یه سری آدم اینجوری هم هستن، ولی خب اینا قاعدتا 85 میلیون ایرانی نیستن، مردم ایران یا اکثریت جامعه فضای ذهنیشون اونی نیستش که شما در رسانه‌های اپوزیسیونی میبینید. متاسفانه هیچ رسانه فارسی زبانی در دنیا، حتی در خود ایران، مردم واقعی رو به تصویر میکشه. یعنی شما اینجا تو صدا و سیما یک سری محتوایی رو دارید میبینید، یک سری مردمی رو تو تلویزیون میبینید که اینا اکثریت جامعه نیستن. دقیقا در رسانه های آن سوی آب هم همین اتفاق داره میفته. یعنی اونجا هم یه قشری رو دارید میبینید که اونا اکثریت جامعه نیستن و در اصل هم اپوزیسیون هم حاکمیت داره سر خودش رو شیره میماله. یعنی حکومت میاد یه تعدادی رو میبینه در 22 بهمن و نمیدونم 13 آبان و اینور و اونور، فکر میکنه الان همه ایران طرفدار ها میشن، 100 هزار نفر، 10 هزار نفر، 5 هزار نفر، 15 هزار نفر میارن تو خیابون، کیک و ساندیس هاشون هم میدن، 4 تا پرچم میدن دستشون، 2 تا مشت هم بالا هوا میکنن و یه شعاری هم میدن و حکومت تصورش اینه که 85 میلیون نفر الان حامیشن. چرا؟ چون 10 هزار نفر کف خیابون هم. اون ور آبم 200 نفر میان تو خیابونا چهار تا شعار میدن، میگن ملت ایران نمیدونم قیام کرد، انقلاب مهسا چنین شد، فلان شد، بهمان شد، و میبینید و چون با حقیقت مغایرت داره هم محتوای داخلی و هم محتوایی که رسانه ها میدن برخوردگی میکنه. یعنی شما که پای ویزیونت نشستی، پای شبکه ها نشستی، اول میگی که انقلاب شد، پس الان هفته دیگه ما برمیگردیم، اصلا همه چی عوض میشه، خودمون رو آماده بکنیم برای تغییر بود. در صورتی که واقعیتی که داره در بطن جامعه کف خیابون اتفاق میفته اصلا شبیه اون چیزی نیستش که تو این ائتلافا و تو این منشورا و پنشورا و این حرفا راجبی صحبت میشه. به همین دلیلی که این منشور از درون میپوسه و میپوچه و توهی میشه، که یه روز آقای پهلوی میگه من نیستم، یه روز خانم بنیادی میاد میگه من نیستم، یه روز ایکس میاد میگه من رفتم، چون سرکاریه. اینا میان مردم رو سر کار بذارن، بعد از یه مدت خودشون دروغایی که میگن رو باور میکنن و بعد هرچی جلو میرن میبینن که از قضا داره مسئله به شکل دیگری ادامه پیدا میکنه، اون وقت دوچار افسردگی میشن و مزمحل میشن، میرن دوباره 5 سال 10 سال دیگه سر و کله یه گروهشون پیدا میشن. میخوام بهتون بگم که یعنی واقعیت ها و حقایق رو شما باید در متن جامعه ببینید، نه در حاشیه رسانه ها. واقعیت داره کف خیابونای ایران میگذره و مردم در ایران دغدغه اصلیشون مشکلات اقتصادی و مشکلات معیشتیشون. مشکل معیشتی با مشکل اقتصادی تفاوت داره. مشکل معیشتی یعنی آقا من پول آب و برقم رو ندارم بدم، پول اجاره خونم رو ندارم بدم، گوشت نمیتونم بخرم بخورم، یک کیلو میوه نمیتونم بخرم بخورم. این میشه مشکل معیشتی مرتبط با مشکلات اقتصادی. مشکلات اقتصادی مشکلات بزرگتری است که باز هم مبتلا به جامعه است، یعنی افزایش نرخ تورم، یعنی ارزش شدن پول ملی، یعنی بی‌ثباتی. ممکنه یه نفر آدم ثروتمندی هم باشه ها، مشکل معیشتی هم نداشته باشه، ولی مشکل اقتصادی داره، چون سرمایش اگر فکری به حال سرمایش نکنه سرمایش نصف میشه، یک سوم میشه. مردم ما دغدغه اصلیشون اینه. همین الانم
با وجود این دوربین چینی آوردن، اینو دوربین فلان آوردن، گفتن اینو زندانی میکنیم، اونو میبریم دادگاه، اینو فلان میکنیم. الان مردم هر کی هر جوری دلش میخواد داره میچرخه، کسی هم کاری نمیدونه بکنه، چون ما از اون دوره عبور کردیم، دیگه نمیتونیم برگردیم عقب، دیگه مردم رو نمیتونن برگردونن به حالت کارخانه. به همین دلیل چون نمیتونن دیگه مردم رو به حالت کارخانه برگردونن، چه اتفاقی میفته؟ مثل ماهواره، مثل دورانی که سعی میکنن اقدامات سلبی انجام بدن، اگر گرفت که خب گرفته، اگر نگرفت ممنوعیت در ظاهر وجود داره ولی رها میشه. الان شما کدوم خونه رو میشناسی که ماهواره توش نباشه؟ روزای اول یه سری نینجا میومدن از در و دیوار میرفتن رو پشت بوم دیش تا میکردن، میرفتن از خونه مردم ریسیور برمیداشتن خورد میکردن، در همون مثلا حدود 20 سال زمانی که تازه ماهواره داشت سر و صدا میکرد و حالا شبکه‌های ایرانی هم زیاد شده. بعد دیدن آقا نمیتونن جلوی این ماجرا رو بگیرن. چرا؟ به خاطر اینکه خود اون نماینده مجلس هم تو خونش ماهواره بود، پسرخاله‌اش هم ماهواره داشت، خواهرش هم ماهواره داشت. گفتن ما قانونه رو نیاییم برداریم. در ظاهر همچنان هم در ظاهر داشتن ماهواره ممنوعیت به حساب میاد، اما در عمل دیگه این چنین نیست. یعنی در عمل شما با ممنوعیت ماهواره مواجه نیست، همه با پشت با ما ماهواره. حتی شما تو روستاهای دور افتاده ایران برید نوک پشت بود. حالا ویدیویی که اصلا اومدن بعد از یه مدت دیگه مشکل حل کردن، ضمن اینکه از آرزوی عزیز هم بسیار تشکر میکنم بابت نزدیک 10 دلاری که بنده رو شارژ کردن، بسیار سپاسگزارم هم از آرزوی گرامی هم از سرپیکوی عزیز. حجاب هم الان یه همچین حالتی شده، اول اومدن سلبی وارد عمل شدن، گشت ارشاد که اون گند رو زد با ماجرای تأسف‌بار مرگ مهسا امینی، کلن یه مدت کشیدن کنار، مردم در واکنش به اون اقدام خیلی از خانم‌ها بی‌حجاب شدن، یا بی‌حجاب که شاید خیلی‌ها بودن ولی دیگه در فضای عمومی هم سعی می‌کردن بی‌حجاب باشن، کسی هم دیگه بهشون حرفی نمی‌زد، تا رسیدیم به دمدمای عید و تحولاتی که در نیروی انتظامی و فرماندهی نیروی انتظامی رخ داد. آقای رادار هم آمد و شروع کرد تهدید کردن، دوربین گذاشتیم جریمه میکنیم، ولی عملا نشد. یعنی شما همین الان برید تو خیابون تهران، خب این خانم با حجاب هم میبینی، برو تو پاساژ با حجاب میبینی، بی حجاب میبینی. حتی در دوره اینا اومدن مردم رو به جون همدیگه بندازن. یعنی شما میرفتید مثلا یه خانم بی حجاب میرفت در یه کافه، میومدن کافه رو تعطیل میکرد، بعد یارو میگه آقا من چه گناهی دارم، من که میگه من مبلغ بی حجابی ام، نمیتونم به زور سر مردم روسری کنم که. حالا یه نفر دو نفر ده نفر تو کافه من نشستن، همشون بی حجابن، نمیتونم بریزمشون بیرون، که میگفتن نمیتونی بریزشون بیرون، پس مغازه‌تو تعطیل میکنی. دیدن اونم دیگه جواب نمیده. الان مثلا اینکه اینطور که متوجه شدم یک تبلیغی الان انگار وسط لایو داره میره، حالا نمیدونم داستان تبلیغ چیه. آره عرض میکردم خدمتتون، اون ماجرا هم به این صورت به اتمام رسید. الان دیگه عملا جامعه مشکلی با حجاب نداره، ولی جامعه همچنان مشکلات اقتصادی داره. بیکفایتی، بیمسئولیتی بیداد میکنه، بیدانشی در فضای جامعه ایران داره بیداد میکنه، هم در خود مردم هم در حکومت. مسئولین ما هم سواد درستی نداره، و اونایی هم که سواد درستی دارن دستشون تنگه برای کار کردن. میدونی یعنی داستان اینجوریه، یه سری سواد ندارن، بله قربانگو هستن، یه سری آدم هم هستن که اینا سواد هم دارن، بسیار هم آدم های اندیشمندی هن، آدم های باسوادی هن، فرهیخته ممکنه باشن، ولی اینا دستشون بسته است. یا بعد از یه مدتی یارو سرخورده میشه، استعفا میده، میره پی کارش، یا اینم که بعد همون حالت بلا قربانگویی رو طی بکنه و به زندگی طبیعیش بپردازه. کدوم یکی از نیروهای اپوزیسیون در این مدت آمدند و راجب
دغدغه های اصلی مردم صحبت کردن. کدوم اینا رفت شروع کرد بشینه با مقامات بین المللی صحبت کنه بگه آقا این تحریم ها به در مردم در آورده؟ حکومت که ککش نمیگزه، مردم بیچاره شدن. خب بریم به سراغ یه نکته رو فارسی ایرانی گفته بود، البته من قبلش به امیررضا ازناویان نازنین دوست بسیار خوبم از ایتالیا سلام بکنم، خوشحالم میبینمت امیررضا و همینطور دوستان دیگر رو، آرزوام که ممنون، آرزوام جزو اون عزیزانی است که تقریبا همیشه بنده مورد لطف خودش قرار میده و دونیت‌هاش حال آدم و حس آدم رو خوب میکنه و همینطور سرپیکوی گرامی. و برم به سراغ فارسه ببینم سوال فارسه چیست. چه کسانی به حسین زمان میگفتن باید این سرودها را بخوان؟ خب طبیعیه، معمولا یک گروه هستن در خود وزارت ارشاد، مثلا میگن که ممکنه یک سفارشی رو داشته باشن. بیشتر سفارش ها از طرف تلویزیون داده میشه فارسه، یعنی معمولا تهیه کننده برنامه های تلویزیونی یا حتی ممکنه مدیر مثلا فلان شبکه تلویزیونی اومده باشه گفته باشه که مثلا آقای زمان ما یه ترانه رو میخوایم به شما سفارش بدیم، یا حتی واحد موسیقی تلویزیون، حالا برنامه هم نباشه، مدیر شبکه هم نباشه، اصلا خود واحد موسیقی صدا و سیما بیاد بگه که مثلا حسین زمانه ما یک ترانه رو مضمون میخوایم تو بخونی، تو مثلا در حال یک دوره رزمندن بودی و یه حس و حال دیگه هست و تو بخونم، میگه مثلا من نمیخوام این ترانه رو بخونم. اینجوریه معمولا سفارش هایی که عرض کردم فارس ایران از معمولا خواننده ها به این صورت بهشون سفارش داده میشه. خب بریم به سراغ نگاه و نظر دوستان. دوستان گرامی اگر نکته و نظر و دیدگاه و انتقاد و پیشنهاد و هر چیزی که هست ممنون میشم که در میون بگذارم و بگم. تا ببینیم کار به کجا میرسه و برنامه الان که 1 ساعت و 3 دقیقه از برنامه گذشته، یه مقدارم بعد لایو رو بیشتر بکنم چون واچ تایم کانال کمی پایین اومده، بعد سعی بکنم که فعالیتم کمی گسترده تر بشه تا بتونم به روزهای اوج کانال برگردم. خب ببینیم که من این نکترم بگم. امیر میگه که کسی که همه عمرش رو در خارج بوده اصلا صلاحیت اظهار عقیده در این مورد رو نداره. فکر میکنم در ارتباط با آقای فیلیپ صحبت میکنه. ببین امیر جان، نه اصلا اینطوری نیست. هر ایرانی در هر نقطه از دنیا که زندگی میکنه حقشه که بتونه راجع به کشورش، راجع به جامعهش اظهار نظر بکنه، حتی اگر همه عمرش خارج از ایران بوده، حتی اگر پدر یا مادرش ایرانی یا غیر ایرانی باشه. این امکان رو داره که اظهار نظر بکنه، چرا نباید اظهار عقیده بکنه؟ منتها اینه که شما وقتی نقد همداری میکنی، نقد باید در یک بستر، در یک فضای شکل بگیره که وقتی ارائه میشه مورد پذیرش، نه از بابت اینکه شما نقد رو قبول داشته باشی، از این حیث که طرف شنونده اون نقد باشه، توهین‌آمیز براش قلمداد نشه. Get Real اگر اشتباه نکنم گفته که شبیه پرتقال شدی به بنده گفته، چون شاید به خاطر تیشرت نارنجی میدی، یعنی این نظرش. بعد در ادامه میگه که تو هنوز تو منشور گیر کردی وسط، باز به بنده میگن. حالا دیگه Get Real هم دوست داره اظهار نظر بکنه و نظرشو گفته دیگه، چی کار کنیم دیگه. شما به برنامه های 6 ماه و 7 ماه پیش من بپردازید، ببینید که اون موقع تحلیلی که از منشور و این اپوزیسیونی که کنار هم جمع شده بودن دادم اون موقع چی بوده. حالا اصلا دیگه بهتر راجع به این موضوع هم صحبت نکنیم، دیگه چیزیه که محصولش رو متاسفانه در این چند ماه اخیر دیدیم. خب دوستان اگر نقطه نظری دارن من در خدمتشون هستم، در غیر این صورت دیگه فکر میکنم بعد کم کم مزاحمتم رو تمام بکنم و از حضور عزیزان خداحافظی بکنم. اگر اظهار نظری دارید
راجع به مسائلی که مطرح شد سوالی هست، دغدغه‌ای هست، انتقادی هست، بفرمایید، من شنونده خواهم بود. و همینطور البته دوباره مثل یک پیام تبلیغاتی دیگه، گرچه یکی از دوستان به من گفته بود که آقا انقدر تو برنامه نگو که مثلا اونایی که دوست دارن دونیت کنن و اینا. خب من بخش زیادی از درآمدم از این راه داره تامین میشه دوست عزیز، مثل میمونه که شما مثلا، البته این نکته رو هم بگم، دونیت کردن دوستان اظهار لطفیه که دارن و بنده رو هم شرمنده میکنن. هیچ کسی موظف نیست که دونیت بکنه. کسی که دوست داره، کسی که از برنامه میخواد حمایتی بکنه، از من یا از کانال یا از لایف ها میخواد حمایت بکنه، خب میتونه دونیت بکنه. خیلی از دوستان الان شاید بالغ بر یک سال تو کانال من هستن و شاید دونیتی هم کلا نداشتن، مشکلی نداریم. اینا این حق رو دارن بیان اظهار نظر بکنن، حرف بزنن، با هم گپ بزنیم، ما همه با هم دوستیم. حالا دوستانی ممکنه که به واسطه ارادتی که من بهشون دارم و محبتی که اونها به من دارن دوست داشته باشن، در حدی کمکی هم بکنن، دونیتی هم بگذارن. شما چرا ناراحت میشید؟ من نمیدونم مشکل بعضی از دوستان از اینکه دونیت سایر هموطنانمون رو میبینن چیه. انگار مثلا انگار این دونیتی که یک هموطن داره برای من انجام میده، انگار مثلا به اون آدمه داره لطمه وارد میکنه. اینم یکی از ویژگی های متاسفانه بعضی از ما ایرانی هاست دیگه. اگر یادتون باشه فکر کنم تو یک برنامه یا در یکی از لایف ها راجعش صحبت کردیم، یک کارتون یا کاریکاتوری بهتر بگم به این صورت، در یکی از روزنامه های عهد قاجار منتشر شده بود، فکر کنم مربوط میشد به اواخر دوره قاجار، که یعنی دو نردبان رو اینها کشیده بودن، یکی از نردبان ها کنارش ایران خورده بود، در کنار یکی دیگه از نردبان ها خورده بود اروپا یا فرنگ اگر اشتباه نکنم. بعد نشون میداد که یه نفر بالای نردبونه پاشو گذاشته روی دوش اون نفری که پایین تره، بعد اون نفر پایینی هم پاشو گذاشته روی دوش اون پایین تره، و اینا همشون دارن انگار از همدیگه با سوار شدن بر دوش همدیگه سعی میکنن خودشون رو بالا بکشن، و زمانی هم که بالا میرن نفر پایینی رو با همون فشار پایی که رو دوش نفر پایینی وارد میکنن، میخوان نفر پایینی رو انگار ساقطش بکنن. ولی اروپایی ها یکی رفته بود نوک نردبون، دستش رو دراز کرده بود که نفرات پایینتر رو هم بیاره همسط خودش بکنه. این تفاوته که شما میبینید انقلاب صنعتی که در اروپا شکل میگیره 300 سال به قول معروف از جهان سوم و کشور ما پیشی میگیره، اون هم کشوری که مهد تمدن بوده. ما در عصر صفوی و پیش از صفوی واقعا در حوزه‌های مختلف درخشان عمل میکردیم، در حوزه نجوم، فیزیک، ریاضیات، ولی ابتکار عمل بعد از سده 17 و به ویژه 18 ابتکار عمل از دست ما خارج شد، 18 میلادی البته منظورم، و ما روز به روز تنزل پیدا کردیم و غرب روز به روز به توسعه رسید. چند روز پیش یه مطلبی رو می‌دیدم که در روزگاری که ویلبر رایت، برادران رایت پرواز کردن و اولین پرواز خودشون رو تجربه کردن، در ایران کسی گمان هم نمی برد تا 1000 سال دیگه کسی بتونه پرواز کنه. ما هنوز درگیر درشکه و کالسکه و نمیدونم این حرفا بودیم. حتی ما تا میانه های دهه 50 فیلمامون زیر چارسوق و نمیدونم دشنکشی و غمکشی و تصویر و تصوری که از سینمای ایران در اون دهه وجود داشت، درسته که این فیلم ها برای ما یک حس نوستالژیکی دارن چون بالاخره بخشی از فرهنگ ما، یا بازنمایی بخشی از فرهنگ ملی ما، ایرادی هم نداره که باشن،
ولی به قدری تعداد اینها زیاد شده بود در پروسه ای که اگر بنا بود شما ایران رو معرفی بکنید به یک آمریکایی، به یک انگلیسی، اونهایی که ایران نیامده بودن تصورشون این بود که به یه سری آدمن ردای بلند و نمیدونم قمه کشی و کلاه فلان، همچنان ما رو در فضای دوران قاجارمون میدیدن چون سینمای ما اون بود، کما اینکه امروز هم سینمای ما تفاوت زیادی با اون دوره نکرده، حتی فیلمای خوبمون. شما نگاه کنید ببینید لوکیشن هایی که انتخاب میشه برای ساخت یک فیلم، به ویژه فیلم هایی که به جشنواره های بین المللی ارسال میشن و البته جایزه هم میگیرن چیه؟ توی خونه قدیمی از این حیات داره، به خدا الان شاید بگم 80% مردم به ویژه در پایتخت آرزو دارن که برن یکی از این خونه ها رو پیدا کنن برن توش عکس بگیرن، اکثرا آپارتمان نشونن. ولی شما میبینید مثلا یه خونه درب داغون مال 100 سال پیشه، نمیدونم ناودون داره قطره قطره آب چکه میکنه، سقف داره خراب میشه رو سرشون، اساسیه خونه بسیار سنتی و دست پایین، کوچه های تنگ و آجوری و اینها که خب خیلی ما ازش فاصله گرفتیم. به همین دلیلی که وقتی به یه آمریکایی میگن ما ایران مالم داریم، ما مثلا 4 تا پاساژ مدرن شبیه آن چیزی که شما در آمریکا دارید هم ازش برخورداریم، باور نمیکنن. بر همینه که مارک بوسنیچ 20 سال 20 خورده ای سال پیش وقتی که با تیم ملی استرالیا به ایران اومد با خودش کنسرو و چراغ قوه آورده بود، چون فکر نمیکرد ما برق داشته باشیم، چون فکر نمیکرد یک رستوران گیر بیاره که بتونه غذا بخوره. یه سری آدمو تصور میکرد توی کپرهایی دارن زندگی میکنن وسط بیابون. حتی نبگم چرا بگم 20 سال پیش 20 چند سال پیش یکی از بسکتبالیستای ما که به لیگ NBA رفته بود در مصاحبه‌ای که با حامد آهنگی داشت برگشت گفتش که من زمانی که میخواستم گواهینامه خودم رو بین المللی بکنم یه سری بچه ها میگفتن که مگه شما تو ایران هم رانندگی میکنی؟ مگه ماشین هم هست اونجا؟ خب این به چه دلیلیه؟ حتی یک کتابی رو یکی از عزیزان، یکی از اتفاقا دوستان اینستاگرامی من که ساکن آمریکا هستن، یک کتابی رو، جلد یک کتابی رو برای من ارسال کردن چند روز پیش که تصویری که اصلا از بانوان ایرانی در روی جلد اون کتاب نقش بسته بود خیلی وحشتناک بود. داشت راجع به کشورهایی که در بحران به سر میبرن صحبت میکرد. اون ظاهراً اون ورژن یا اون فصل از اون کتاب اختصاص پیدا کرده بود به ایران، چند تا کشور رو اینها به عنوان نمونه برداشته بودن، کتابچه هایی رو راجع به هر کدوم از این کشورها منتشر کرده بود که این دوست عزیزمون آمده بود و اون فصلی که مربوط به ایران میشد رو عکس روی جلدش رو برای من فرستاد. خانم های با صورت های آفتاب سوخته، بدون آرایش، چادرهای سیاه که یک مسیری رو دارن طی میکنن. شما وقتی این عکس رو میدیدی اصلا فکر میکردی این در یک زمانه دیگری، در یک تاریخ دیگه، یه دوربینی بوده، یه بابای یه عکسی گرفته الان داره منتشر میکنه. اصلا اون تصویر شبیه ایران نبود. ولی مخاطب اون کتاب که عمدتا هم چون اصلا به زبان انگلیسی هم نگارش یافته بود، مخاطبین اون کتاب که ایرانی ها نیستن، طبیعتا انگلیسی ها یا آمریکایی ها یا اروپایی ها خواهند، و اونها با اون تصویر ایران رو میشناسن، نه با مگامال و ایران مال و نمیدونم فلان پردیس و فلان پارک و رستوران های آنچنانی. و خب امیررضا با سلام، ابراز خوشحالی از دیدار مجدد شما پروژه‌جان که سپاسگزارم. امیررضا دوباره اشاره کرده خداوند آقای زمان رو رحمت کنه، مهندسی باسواد و دنیادیده و خواننده باسواد بود. بله همینطوری، ایشون به هر حال استاد دانشگاه بودن، فرد تحصیل کرده ای بودن و البته دغدغه‌مند و ایران دوست. خب دوستان، من نکاتی که میخواستم خدمتون عرض بکنم رو
عرض کردم. اگر نکته هست، سوالی هست، در خدمتتونم. در غیر این صورت دیگه با تو خداحافظی میکنم و شما رو به خدای بزرگ میسپارم. یه الان 1 ساعت و 15 دقیقه در خدمتتون بودم، تقریبا 1 ساعت و 16 دقیقه. من تا 1 ساعت و 20 دقیقه حالا هستم دیگه، اگر سوالی دارید میتونیم راجعش با هم دیگه صحبت بکنیم، گپ بزنیم و ببینیم که نگاه دوستان دیگرمون به چه صورته. انتظار مشارکت های بیشتری ازتون دارم، یعنی بعضی از شب انقدر سوال زیاده باور کنید مثلا یه لایو ممکنه 2 ساعت طول بکشه. دیگه آخر سر میگم تو رو خدا بذارید من اینو قطع کنم، یه روز دیگه توی فرصت و فرجه دیگه در خدمتتون باشم. ولی یه شبایی هم انگار همه چی فریز شده، با اینکه احساس میکنم سرعت نت هم بد نیست و برنامه رو هم اگر اشتباه نکنم به خوبی دارید دریافت میکنید. نمیدونم، حالا بعضی شبا اینجوریه دیگه. حداقل یه کاری بکنید لطفا، عزیزان 26 نفر در حال حاضر آنلاین هستن، اینا اگر بیان و لایک بزنن، یه لایک کردن به نظرم کار خیلی آسونی، اگر دوست دارین البته، اگر موضوع و مضمون این برنامه به دلتون نشسته بیایید لایک بزنید، خیلی کمک میکنه به این که برنامه بهتر دیده بشه و افراد بیشتری پیشنهاد داده بشه. الان 10 تا لایک ما داریم، اگر دوست داشتین میتونید تعداد لایک ها رو هم بالا ببرید. امیر رضا میگه که پوریا جان نمیدونم چرا سوپر تنکس قبول نمیکنه. والا نمیدونم امیر رضا جان، امشب حالا آرزوی عزیز و سرپیکوی نازنین دونیت هاشون رو بدون مشکل ظاهرا تونستن بزنن. حالا سوپر تنکس اگر نشو فکر کنم با مثلا سوپر چت، سوپر استیکر، نمیدونم، با اونها میشه این کار انجام داد. ولی در هر صورت مهم حضور تک تک شماست، اینکه حالا دونیت بزنید یا دونیت نزنید. دونیت ها انرژی بخشه، ولی حضورتون و حضور همیشگی شما عزیزان یه قوت قلب دائمی به من میده تا بتونم برنامه های بهتری رو براتون تولید بکنم. خب حالا حتما قسمت امیر رضای عزیز میگه 3 بار سعی کردم، حتما قسمت نبوده امیر رضا. ولی همین که حضور داری و من حضور شما رو دارم برای من بسیار بسیار اتفاق ارزشمندیه. امیدوارم که سایر دوستان هم از برنامه امشب لذت برده باشن. خب در این یک دقیقه و 30 ثانیه پایانی، عزیزانی که برنامه امشب رو دوست داشتن و مورد پسندشون قرار گرفت، لطف بکنن و در قالب کامنت ها عدد 1 رو درج بکنن تا بدونم وضعیت به چه صورت. آها، فارسه ایرانی میگه که بعضی از بانک ها سیستم های خود رو تغییر دادن. خب به هر حال جزء تغییر و تحولات بانکی ظاهرن به حساب میاد. امیر فلاح عزیز 1، ممنونم از حضور شما. خب ببینیم که سایر عزیزان برنامه امشب رو دوست داشتن یا نه. آرزوی گرامی ممنون از شما، عدد 1 رو گذاشتن آرزو جان. اصلا امشب همه چی کنده، نمیدونم چرا یه کمی یه حس امیررضای گرامی گزینه 1 رو گذاشتم، بسیار سپاسگزارم. فارسه باید یه قسمت کارت اعتباری فارسه میگه که باید به قسمت کارت اعتباری تلفن کرد و مشکل رو حل کرد، مشکل حل میشود. حالا دیگه دوستان ببینیم که دوستان دیگر عدد 1 رو میگذارن برای ما یا نه همین 3 نفر، یعنی امیر رضا و رضو و امیر فلاح فقط برنامه امشب رو دوست داشتن. در هر صورت برای همه شما عزیزان آرزوی بهروزی دارم، آرزوی موفقیت دارم، امیدوارم که در همه عرصه‌های زندگیتون بتونید رو به جلو و پیشرفت برید
و سپاسگزارم امیررضا از بله فارسی میگه متاسفانه من هم این مشکل رو دارم. فارس هم جزو اون دست از هموطنان عزیز منه که لطف خودش همواره قرار داده فارسه جزو اون دونیت کارای قدیمیه، یعنی فارسه، امیررضا، گاهی امیر فلاح بنده رو شرمنده خودش میکنه، آرزوی عزیز که سپاسگزارم، سرپیکوی نازنین، رضا که مدتی نیست، رضا اچ که اصلا نمیدونم رضا کجاست، کتایون عزیز که همیشه کتایون هم بنده رو مورد خودش قرار میده، چه زمانی که برنامه رو به صورت زنده و لایف میبینه، چه زمانی که حالا برنامه ها رو در کانال میبینه و همیشه دونیت هاش رو اون موقع هم برای من داره. بله آرزو گرامی میگه ممنون از صحبت های خوبتون، ممنون از اینکه شما بودین، حضور داشتین و به هم انرژی دادین تا بتونم توی یک ساعت خورده‌ای در خدمت تک تک شما عزیزان باشم. و جالب الان که من میخوام خداحافظی بکنم، تازه تعداد بیننده هام داره افسوده میشه و افزایش پیدا میکنه. دلم نمیاد برم حالا. ولی خب نکته خاصی هم دیگه نیست. امیدوارم دوستانی که الان به جمعمون اضافه شدن بدونید. من معمولا شبها ساعت یا بین ساعت 11 یا 12، بعضی شبها شاید حتی نزدیکای 12:30 تا 1 لایف سعی میکنم بذارم اگر مشکل خاصی پیش نیاد. امیدوارم که حضور شما رو در شبهای بعد هم داشته باشم و بتونیم با همدیگه گپ و گفتگو داشته باشیم، گپ بزنیم، چلنج کنیم، انتقاد بکنیم، پیشنهاد بدیم و کانال رو رو به رشد ببریم. فرزانه کنانی عزیز میگه که سلام، فردا حتما برنامه رو خواهم دید، منتظر حضور شما در برنامه ها و لایف های بعدیمون هستیم. مینای عزیز میگه که ما همیشه از شما یاد میگیریم، سپاسگزارم، بنده است، بنده هم میآموزم از تک تک شما عزیزان، با نظرات شما آگاه میشم و سعی میکنم که ازشون یاد بگیرم و ذهن خودم رو پودا و اکتر بکنم. خب خدا نگهدارتون، به امید دیدار تک تک عزیزان در شبهای آینده.